سلام عرض میکنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز این برنامه. در این برنامه ما خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر لکزایی هستیم. ایشون هیئت علمی دانشگاه ادیان مذاهب قم هستند و متخصص در زمینه فمینیسم و دین، حوزه مطالعات زنان و دین هستند. دکتری خودشون رو از دانشگاه ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد دکتری رشته ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گرفتن. محقق، مؤلف، ویراستار دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره به همت فرهنگستان و زبان ادب فارسی از سال 84 تا 88 بودن. عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان مذاهب قم از سال 88 تا کنون، ویراستار دانشنامه دین بریل و مترجم کتاب آیین داو از جیمز ویلر. در سخنرانی ها و همایش هایی داشتن در بنبعی سال 88 با عنوان رویکرد مقایسه ای گفتگوی فرهنگ ها در دانشگاه مفید با عنوان روش شناسی برونی سمینار ایران و هند و در دانشگاه ادیان با عنوان شفای مقدس که سمیناری بوده بین دانشگاه ادیان، پوتسدام و گوته. الان میخوایم در مورد موضوع مطالعات زنان و جنسیت در دین صحبت کنیم و خیلی خوشحال میشم که ما رو در این برنامه همراهی کنیم. خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما گرامیان، ارجمندان و فرهیختگان. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمد. من هم اجازه بدید که بدون مقدمه وارد بحث بشم و از به اصطلاح اوقات خودمون نهایت استفاده رو ببریم. وقتی که صحبت از فمینیسم و جریان‌های فمینیستی به میان میاد، معمولاً اذهان ما سرشار از پیشتاوری‌های منفی و ضد ارزشی نسبت به این جریان هست و این پیشتاوری‌های منفی رو هم ما معمولاً از جامعه، رسانه، فرهنگ حاکم، به اصطلاح فرهنگ حاکم بر جامعه خودمون به ارث میبریم. چه بسا خیلی از ما وقتی که این اسم این جنبش فمینیسم رو به اصطلاح میشنویم، اون رو یه جنبش منفی و انحرافی در نظر میگیریم. خطوط قرمز بسیاری بحث‌های فمینیستی رو احاطه کرده، خیلی از اونها امکانه طرحش در این وبینار نیست، اما همین یه بسیار در واقع اندازه هم که میخوام بگم، یه مقداری به اصطلاح انتظار دارم که از خواننده یه مقداری با سعه صدر مباحث من رو با کمی همدلی به اصطلاح دنبال بکنه تا من بتونم بحث رو به اصطلاح آنچنان که شایسته و بایسته است خدمت شما ارائه بدم. هدف بند از این وبینار در واقع کوششی هست که من یک ارائه عالمانه از این جنبش فمینیسم و دین بدم، نه یک به اصطلاح قرائت ژورنالیستی. به عبارت دیگه رجوع کردم به منابع اصلی که خود به اصطلاح متعلقان فمینیسم در این حوزه تألیف کردن، دغدغه های اونها رو از متون اصلیشون به اصطلاح بیرون کشیدم و میخوام در این وبینار اونها رو با شما در واقع در میون بگذارم. تمرکزم بیشتر از مباحث فمینیسم، نه اون جنبش به اصطلاح سیاسی و به اصطلاح جنبش اجتماعی هست که در مغرب زمین خیلی معروف هست، موج اول، موج دوم یا موج سوم، نه. تمرکز من از به اصطلاح در واقع روی مطالعات زنان، نسبت مطالعات زنان فمینیسم با ادیان هست. به عبارت دیگه تمرکز من بیشتر روی الهیات فمینیستی هست و این که به اصطلاح متعلقان فمینیست در حوزه الهیات فمینیستی چه به اصطلاح حرفهایی برای گفتن دارن و این که به اصطلاح این الهیات کلاسیک یا الهیات سنتی مسیحی رو با چه چالش هایی مواجه میکنن.
خانم ریتا گراس یکی از متخصصان در حوزه دین و فمینیسم که حوزه تخصصی ایشون بیشتر هم حوزه به اصطلاح در واقع رویکرد فمینیستی به آیین بودا هست، به قول معروف یه مطلب جالبی داره، میگه که الهیات فمینیستی از تجربه محرومیت زنان به طور خاص در الهیات یهودی مسیحی به وجود آمده. وقتی شما در الهیات یهودی مسیحی یه مقداری تأمل میکنید، به اصطلاح خیلی به اصطلاح سریع خیلی به اصطلاح زود متوجه این خصیصه پدر سالارانه الهیات مسیحی شما میشید. به زعم ریتا گراس تجربه محرومیت زنان در الهیات یهودی مسیحی توسط همین مرد سالاری دینی باعث شده که زنها از حقوق خودشون محروم بشن و در به اصطلاح این حوزه الهیات فمینیستی برای اولین بار در تاریخ صداشون شنیده بشه. به عبارت دیگه نقدی که فمینیست ها به الهیات کلاسیک و سنتی میکنن این هست که این الهیات به طور کامل به طور شایسته و بایسته به اصطلاح تمام تجربه های بشری رو در بر نمیگیره. الهیات سنتی، الهیات کلاسیک در واقع بر اساس حذف خیلی از صداها، یعنی صدای زنان، صدای به اصطلاح سرکوب صدای اقلیت ها بنا شده. خب الهیات فمینیستی به اصطلاح فضا رو فراهم میکنه که زنها بتونن صداشون رو در واقع بلند کنن، صداشون رو به گوش مردها برسونن، صداهایی که تا قبل از اون اصلا شنیده نمیشد و اصلا یک به اصطلاح به قول معروف قول ناشناخته به اصطلاح نانوشته بین فرهنگ ها و تمدن ها وجود داشت مبنی بر فرودستی زنها. یه قانون نانوشته ای بود که زنها جنس دوم هستن، زنها فروتر هستن و تجربه های زنانه اساسا ارزش دیده شدن و مطرح شدن ندارن. اساسا زن به تبع مرد وجود داره، این مرد هست که معیار بشریت هست و زنها به واسطه مردها تعریف میشن. من حالا اینا رو در ادامه به اصطلاح صحبتام باز میکنم و بیشتر توضیح میدم. فقط قبل از اینکه وارد بحث اصلی خودم بشم میخوام این مقدار راجع به اهمیت رویکرد فمینیستی به دین صحبت بکنم که ببینید به اصطلاح چه اتفاقی در این 50 ساله اخیر در فضای مطالعات ادیان به وجود آمده. ببینید رویکرد فمینیستی به مطالعات ادیان رو ازش به اصطلاح تعبیر میکنن با عنوان و اصطلاح تغییر پارادایم. تغییر پارادایم، به این جمله خواهش میکنم عنایت خاص داشته باشید. خانم اورسولا کینگ در کتاب دین و جنسیت اصلا رویکرد فمینیستی به مطالعات ادیان رو به دلیل چالش های عمیقی که نسبت به در واقع مطالعات ادیان به وجود آورده، نسبت به دیدگاه های نظری به وجود آورده، اصلا به عنوان یک تغییر پارادایمی یا بسا توصیف میکنه. و اورسولا کینگ باز در ادامه مباحث خودش اصلا حلقه مفقوده گفتگوی ادیان رو همین رویکرد فمینیستی به مطالعات ادیان تلقی میکنه. یا مثلا خانم الیزابت مینچ معتقد هست کاری که فمینیست ها دارن انجام میدن با کاری که کوپرنیک در واقع انجام داد، یعنی مرکزیت زمین رو به چالش کشید، مرکزیت زمین رو از بین برد و با داروین که محور نوع بودن انسان رو از بین برد قابل قیاسه. یعنی چی؟ یعنی فمینیست ها محوریت مرد رو در عرصه های مختلف به چالش کشیدن، مثلا در عرصه دین، سیاست و حوزه های دیگه، حوزه فرهنگ، حوزه به اصطلاح در واقع اجتماع، تمام این موارد فمینیست ها محوریت مرد رو با چالش جدی مواجه کردن. روی کرده فمینیستی به دین زن ستیزی و تصور به اصطلاح برتری و مرکزیت مرد رو عمیقا در واقع به چالش کشید و
به طور عملی بخوام اگه صحبت بکنم، در دو حوزه دین و سیاست که عموما مثل یک باشگاه مردانه اداره میشد، اینها چنان به اصطلاح این دو حوزه رو رصد کردن و با تحلیل‌های به اصطلاح انتقادی که از این دو حوزه به عمل آوردن، باعث بازنگری به اصطلاح رجال دین و سیاست در جهان جدید نسبت به این دو حوزه شدن. الان اگه شما به پارلمان اروپا نگاه کنید، اگر شما به پارلمان کشورهای اروپایی نگاه کنید، میبینید که منصبهای سیاسی، اجتماعی و حتی به اصطلاح در واقع دینی امروزه به راحتی در دسترس زنها قرار میگیره. کلیسای کاتولیک خیلی مقاومت میکنه، اما به اصطلاح شاخه‌های دیگه مسیحیت کلیسایی، شما میبینید که زنها به اصطلاح هیچ مشکلی با کشیش شدن ندارن و بالاخره انتقادهای اونها نتیجه داده و اونا تونستن که در واقع این باشگاه مردانه رو یه جوری انحصارش رو بشکنن. و من به اصطلاح یه مقدار بیشتر این بحث رو باز بکنم که ببینیم که اصلا به اصطلاح در واقع این فمینیسم اصلا چرا این دو حوزه دین و سیاست رو به قول معروف اینقدر در کانون توجه خودش قرار داد. ببینید اصلا میزان دین و سیاست در ادیان گوناگون در ارتباط با جامعه مذکر و به نفع بخش خاصی از جامعه یعنی مردان تنظیم و کوک شده بود. اصلا زنان متعلق اندیشه و دغدغه های مثل نظریه های سیاسی، دینی، اخلاقی جامعه نبودند در دوران قدیم. اصلا زنان کنشگری خیلی فعالی در ساعت دین و سیاست از خودشون ظهور و بروز نمی دادن. البته مجالی به اونها داده نمی شد. هیچ آگاهی و حساسیتی در واقع نسبت به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی در دوران قدیم وجود نداشت. گویی اصلا گفتمان تبعیض اصلا به یه گفتمان پذیرفته شده در فرهنگ قدیم تبدیل شده بود. گویی امر طبیعیه، اصلا چرا باید براش مبارزه کرد؟ طبیعیه، زنها باید فرودست باشن، زنها باید در خدمت مردها باشن. بنابراین زنها از بدنه اصلی جامعه کلن به حاشیه رونده شده بودن. یعنی چی؟ یعنی این که زنان اصلا غائب بزرگ ضیافت دین و سیاست بودن و آشکارا از صحنه رسمی دین و سیاست کنار گذاشته شده بودند. در ساختارهای فکری، فرهنگی، دینی، سیاسی جامعه اصلا اینها به حساب نمی آمدند. اینا در حاشیه جامعه به زیست خودشون ادامه میدادند. اما دوران پسامدر، در دوران پسامدر این فضا در اختیار زنها قرار داده شد. یعنی در گفتمان فضا اصلا گفتمان پسامدر ویژگی اصلیش این هست که به اصطلاح با ابر روایت مشکل داره، با متانریتیو مشکل داره، نمیتونه به اصطلاح هژمونی مسلط رو بپذیره. به همین دلیل در گفتمان پسامدر همواره گوش میکنن به صداهای حاشیه، به صداهای اقلیت، به صداهای گروه‌های سرکوب شده، بردگان، زنان، و سعی میکنن تاریخ رو از این طریق شروع کنن به بازنویسی کردن. فمینیسم در واقع در یک چنین فضایی به وجود آمد و معناش این هست که صدای زنان گفتمان بسیار در واقع کوچکی در برابر گفتمان مسلط یعنی صدای مردان هست و گفتمان تساوی جنسیتی داره کم کم از حاشیه جهان به مرکز جهان، به مرکز متن داره وارد میشه. بنابراین ما میتونیم به اصطلاح بگیم که فمینیسم دختر مدرنیته و از مشتقات نگاه انتقادی در دوران جدید هست و امروزه به بخش پذیرفته شده ای از گفتمان دینی تبدیل شده. من به گفتمان اجتماعیش کاری ندارم، به گفتمان سیاسیش الان کاری ندارم، الان فقط در واقع میخوام تمرکزم رو روی حوزه دین بگذارم و
از بی‌عدالتی هایی که در حوزه ادیان زنها به دلیل جنسیتشون به اصطلاح متحمل شدن و رنج بردن، میخوام از اون یک کمی صحبت بکنم. در دنیای قدیم باز یکی از چیزهایی که خیلی به قول معروف به چشم میآمد، شما وقتی به متون دینی نگاه میکنید میبینید که این متون توسط مردان نوشته شده، بنابراین این مردان ملاحظات جنسیتی خودشون رو خیلی آشکار، خیلی مستقیم در نوشتار خودشون به زبان آوردن. حالا اگر این نوشتار یک تفسیری باشه برای یک متن مقدس، ما میبینیم که اون نویسنده مرد قشنگ ملاحظات جنسیتی خودش رو ضمن آراء و احکام حقوقی، اخلاقی و فقهی قشنگ به اصطلاح در واقع بر زبان آورده و توسط نوشتار و قلمش در بیان آمده، بر اساس منافع جنسی و جنسیتی خودش داره عمل میکنه. فمینیست ها دقیقا همینجا به قول معروف می ایستن و مچ این نویسندگان مرد رو می گیرن، در رگ حرف های این مردان مفسر و به قول معروف از مناسبات نابرابر جنسی و جنسیتی میان زن و مرد که مبتنی بر روابط سلطه هست پرده بر می دارن و قشنگ نشون می دن که این مناسبات کاملا به نفع مردان چیده شده و خود این نوشتار اساسا مردانه تعریف می شد و زنها نه حق یادگیری دانش رو داشتن به اون صورت، مگر یه عده خاصی از زنها، اونم زنان اشراف، اما در کل زنها نمیتونستن از نعمت نوشتن، خواندن و یادگیری بهره‌مند بشن. شما خیلی خوب میدونید که در به اصطلاح سنت یهودی به اصطلاح خیلی تأکید میشه که تورات رو به زنها یاد ندن، چرا؟ چون ممکنه که به اصطلاح اصلا اینها تورات رو تحریف کنن، نابود بکنن. و شما باز به اصطلاح توی یهودیت و ارتدوکس میبینید که هر روز اینها به اصطلاح این دعا رو وقتی که میخوان از منزل خارج بشن انجام میدن که خدا رو شکر میکنن به واسطه اینکه زن آفریده نشدن. یعنی تا این اندازه به قول معروف این متون مقدس و تفسیرهای به اصطلاح این متون مقدس بر اذهان پیروان هر دینی تأثیر میگذاره. خب فمینیست ها کاری که کردن تکلیف ما رو با این متون مقدس روشن کردن. متون مقدس یک چیز هست، تفاسیری که بر متون مقدس نوشته میشه یک چیز دیگه هست. فمینیست ها اصلا متن مقدس به چالش نمی کشن، ولی تفاسیر بر متن مقدس رو عمیقا به چالش می کشن و نمی تونن بپذیرن اینها وحیه و این مثلا چون و چرا در واقع این تفسیرهای بر متون مقدس انجام ندن. بنابراین یعنی یک تفکیک بین متن مقدس و تفسیر مردسالارانه که برخواسته از فرهنگ مردسالارانه است قائل میشن بین این دوتا. کاملا چون ببینید یکی از اندیشه های فمینیستی که خیلی جالب هست این هست که بر موقعیت اجتماعی و زمینه فرهنگی اندیشه ها خیلی تاکید میکنه. ببینید فمینیست ها میگن که این اندیشه های الهیاتی در خلاء منعقد نشده، این متعلهانی که این دگماهای الهیاتی رو تدوین کردن، تنظیم کردن، اینا عمیقا از فرهنگ اون جامعه متاثر بودن، عمیقا از اون زمینه اجتماعی متاثر بودن. مگر میشه که مثلا آگوستین در مباحث الهیاتی خودش از تربیت معنوی خودش به اصطلاح کاملا بریده شده باشه؟ مگر میشه آگوستین مثلا از اون فضایی که داره به اصطلاح توش تنفس میکنه، زندگی میکنه و نفس میکشه، مگر میتونه اندیشه های الهیاتیش رو بدون در نظر گرفتن اون بافت ارائه کرده باشه؟ اینا مسائلی هست که به مثلا خیلی بهش توجه میکنن، یعنی به زمینه های به عبارتی اگر بخوام به اصطلاح فنی صحبت بکنم، جامعه شناسی معرفت. در جامعه شناسی معرفت روی زمینه، روی بافت، روی بساز اون بستری که اندیشه ایجاد میشه خیلی مانور میدن. اون بستر هست که اون اندیشه رو تولید میکنه، نه برعکس.
و فمینیست ها متوجه شدن که خب این مباحث الهیاتی همه یک بستری داره، یک خاستگاهی داره، یک موقعیت اجتماعی فرهنگی داره، متعلقانه به اصطلاح کلیسا، اینا که تفسیر نوشتن بر متن مقدس و اندیشه های خاصی رو رواج دادن، اینها نمیتونن همینجوری در خلا این حرفا رو زده باشه. مثلا آگوستین مگر میتونه راجع به مثلا مباحثی رو که راجع به زن داره در به اصطلاح اون رساله درباره تثلیثش یا در جاهای دیگه اینها رو مثلا همینجوری در خلا اینها رو پرورده باشه؟ نه، وقتی که به اندیشه های آگوستین مراجعه میکنن به اصطلاح دو تا منشأ برای اندیشه های آگوستین در نظر میگیرن. ببینید اینا همه زمینه است، تأثیر زمینه است بر اندیشه های آگوستین. یکی به اصطلاح تأثیری هست که از فلسفه افلاطون و نو افلاطونی پلوتین گرفته و یکی هم تأثیری هست که از معنویت داره. به هر حال آگوستین همه ما میدونیم که مدتی رو به در واقع به کیش معنوی بود و شما باور نکنید که اگر کسی مثلا یهودی بوده باشه بعد بیاد مثلا در سن 50 سالگی مسلمان شده باشه تربیت یهودیشو کاملا بتونه کنار بذاره. شما باور نکنید که اگر مثلا ایرانیان قبول اسلام کردن با وجودی که اون موقع نه کتابی تألیف شده بود که اینا برن مثلا مبانی الهیاتی اسلام رو بخونن، مبانی مثلا فکری اسلام رو مطالعه کنن، قرآن رو بشناسن، تفسیر بر قرآن نبود و ایرانیان مثلا تربیت زرتشتی، مانبی یا مثلا مزدکی خودش رو فراموش کرده باشن یا زربانی، اینا همه در واقع سرریز میکنه توی دین جدید. و به خاطر همینم هست که شما اگر خوب دقت میکنید اسلام در ایران یه رنگ و بوی دیگه ای میگیره. چرا اسلام این رنگ و بو رو به خودش میگیره؟ این تأثیر بافت هست، این تأثیر زمینه و بستر هست بر اندیشه و باور. پس فمینیست ها چونه؟ یکی از نمودهای فرهنگ رو ما اگه زبان در نظر بگیریم، این زبان جنسیتی مثلا در ادیان سامی که کاملا جنسیتی خیلی تاثیر میذاره رو متن مقدس و تفاسیر برخواسته از اون. دقیقاً یکی از مباحث جدی فمینیست ها تحلیل زبان هست، نقش زبان در فرودستی زنان. این زبان ساخته و پرداخته به اصطلاح در واقع ایده های مردانه است. خود این زبان نقش مستقیمی در فرودستی زنها داره. شما در ادبیات روزمره ما شما قشنگ میبینید که زبان چه نقشی رو ایفا میکنه در تحقیر زن، در سرکوب زن و به حاشیه بردن زنها. تمرکز فمینیست ها روی زبان خیلی زیاد هست. من اتفاقا میخواستم صحبت کنم راجع به این حوزه ولی چون میخوام خیلی زود وارد الهیات فمینیستی بشم این حوزه زبان رو فعلا به اصطلاح اجازه بدید ایگنور کنم و در یه فرصت دیگه من راجع به زبان و جنسیت و تأثیر زبان در فرودستی زنها با شما صحبت خواهم داشت. آره، چون خوشبختانه تو این حوزه دستم خیلی باز هست و مطالب زیادی نوشتم، ترجمه کردم و منتها فضای جامعه اگر اجازه بده من کم کم اینا رو دیگه چاپ میکنم. خیلی خوب، داشتم صحبت از به اصطلاح این میکردم که مردان بر اساس منافع جنسیتی خودشون عمل میکردن. توی نوشتار شما این منافع رو قشنگ خیلی راحت میتونید ببینید. این کتاب ها از زبان مردان نوشته شده، چشمانداز مردان رو بازتاب میده. در این متون مقدس یا تفاسیر بر این متون مقدس شما میبینید که اساسا تجربه زنانه در برابر تجربه مردانه هیچ اعتباری نداره، فاقد اصالت هست. این متون مقدس به قول معروف به خاطر دقیقا همین ویژگی که داره، این که تجربه های زنانه رو کنار میگذاره، دقیقا دیگه جهان شمولی خودش رو از دست میده. پس بنابراین این تفاسیر دست کم نیمی از به اصطلاح جمعیت بشر که زنان هستند رو تجربه هاشون رو نادیده میگیره. پس بنابراین دیگه نمیتونه ادعای عام بودن، کلی بودن، جهان شمول بودن یا طبیعی بودن، فطری بودن بکنه. این یعنی اینکه این تفاسیر با مشکل جدی مواجه هستن. مشروعیت این تفاسیر زیر سواله. فمینیست ها خیلی خوب اینو متوجه شدن و دقیقا از همینجا ضربشون رو دارن به تفسیرهای سنتی بر متون مقدس وارد میکنن و الان هم بازبینی ها
در به اصطلاح ترجمه های متن مقدس، در تفاسیر متن مقدس شروع شده و دیگه اون به اصطلاح حال و هوای سابق، اون گفتمان به اصطلاح اون زبان جنسیتی مردسالارانه رو شما دیگه دست کم توی متون مقدس نمیبینید. وقتی که راجع به خدا صحبت میشه میبینید که با تعبیر زن مرد یا تعبیر یه تعبیری استفاده میکنن که خنسا باشه، در صورتی که شما خوب میدونید که در الهیات یهودی مسیحی خدا بیشتر با نمادهای مردانه تعریف میشه دیگه. ولی امروزه تو ترجمه های جدید از کتاب مقدس به دلیل این به اصطلاح جریان هایی که فمینیست ها ایجاد کردن، این ترجمه ها همه مورد بازبینی قرار گرفته. اون تفاسیر کلن دیگه ارزش تاریخی پیدا کرده، دیگه کسی به اون تفاسیر به اصطلاح سنتی خیلی توجه نمی کنه. دلیلش هم این هست که ببینید در دنیای قدیم این تفاسیر خیلی راحت به اصطلاح مردان سیاست و مردان به اصطلاح روحانی رو تحت تأثیر قرار میداد. مردان روحانی، مردان سیاست با تأثیر از این روایت ها و این تفسیرهایی که بر متون مقدس می نوشتن و جانبدارانه عمل می کردن، اینا به تدوین قانون می پرداختن. مثلا شما، من اگر می خوام مثال خیلی بارزی بزنم، شما اگر به بندهش یه نگاهی بیندازید، متن پهلوی بندهش، شما روایت آفرینش این متن رو بخونید، ببینید چقدر به اصطلاح جنسیت زده عمل میکنه، چقدر جنسیت زده، جنسیت بنیاد عمل میکنه. خب ببینید وقتی که در روایت آفرینش بندهش که یک متن مهم به اصطلاح روزگار ساسانی هست، زن در اسطوره آفرینش اینجور تحقیر و سرکوب میشه، و شما خیلی خوب میدونید که اسطوره آفرینش مهمترین اسطوره در یک دین هست. الیاده خیلی خوب نشون میده که محوری ترین اسطوره اسطوره آفرینشه، یعنی مادر همه اسطوره ها اسطوره آفرینشه. و در روایت بندهش، در روایت به اصطلاح اسطوره آفرینش زن، شما ببینید اصلا دیگه تحقیری نیست که نسبت به زن نویسندگان بندهش در واقع توی این متن نیارن. از هر توهین قشنگ ببینید، مثلا کهن الگوی زن دیو مادینه به اصطلاح جه یا جه دیو تلقی میشه، اساسا جهدیب دختر اهریمن میشه. خب این یعنی چی؟ وقتی جهدیب دختر اهریمن میشه، وقتی که حالات خاص زنانه حاصل در واقع به اصطلاح بوسه اهریمن بر پیشانی جهدیب میشه، وقتی که به اصطلاح در این متن به اصطلاح مهم پهلوی قشنگ به صراحت میگه که تو را سرده پتیاره جهیست، و اگر مخلوقکی غیر از تو میافتم که مرد از او کنم، هرگز را نمی آفریدم، و حرفای دیگه‌ای که من سلف نمیدونم اینجا خیلی بزنم. شما ببینید، خب این روایت به اصطلاح آفرینش به اصطلاح زن هست توی بندهش. خب این به نظر شما نمیتونه به اصطلاح، یعنی از چشم موبدان روحانی آن روزگار پنهان میمونده؟ وقتی که یک روحانی و موبد زرتشتی در ذهنش این اسطوره از به اصطلاح در واقع قرار داره و این روایت از زن بر ذهن اون حاکم هست، خب در فتواهای خودش نسبت به زن و قوانین مربوط به زنان شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که بی‌طرف باشه؟ وقتی که زن رو به اصطلاح اهریمن میدونه، اهریمن باید باش مبارزه بشه، باید در بندش کرد. خب پس احکام فقهی به اصطلاح زرتشتی میبینی طوری تنظیم شده که احکام طهارتش، ازدواجش، طلاقش، که زن رو در بند نگه داره. چرا؟ چون اون اهریمنه، ماهیت اهریمنی داره. وقتی که مثلا صحبت از دشتان زن میشه، احکامی که برای زن به اصطلاح اونجا تدوین میشه کاملا یه جوری هست که انگار شما اینا دارن مثلا یک دیوی رو در بند میکنن. و به همین دلیل هست که این تفاسیر خیلی رو ذهن عالمان دینی، روی ذهن مردان قدرت و سیاست تأثیر گذار هست، و اونها قانون رو وقتی تدوین میکنن این مسائل مد نظرشون هست.
و بر اساس این به اصطلاح مفروضات هست که قوانین خودشون رو می‌نویسن. خب حالا با توجه به این که مثلا وضعیت زن این هست و متون مثلا پهلوی، چه انتظارید؟ مثلا انتظار دارید که مثلا در دوره ساسانی وضعیت زنان وضعیت خوبی باشه، یا مثلا در به اصطلاح حوزه دین و شاهی ساسانی شما بتونید مثلا انتظار داشته باشید که در رو به روی این زنها باز بکنن و به اونها خوش آمد بگن؟ نه، هرگز اتفاق نمیفته. وقتی که تو شما دارید میبینید تو متون پهلوی درباره زنها چی میگن، اساسا این جامعه دچار ترس از زن هست و من در رساله های متعددی که راهنمایی کردم این موضوع ترس از زن رو از چشمانداز به اصطلاح فمینیست های روانکاو مثل لوئیز ایریگاری، مثل به اصطلاح کارن هورنای، اینا رو من به اصطلاح قشنگ به اصطلاح ردیابی کردم، نشون دادم، توضیح دادم و دیگه به قول معروف اینجا فضاش نیست که من بخوام اینا رو توضیح بدم. فقط یه کلام اینو میگم که وقتی که مثلا متون پهلوی میاد اینطور راجع به زن گزارش میده، اصلا یک نبرد جنسی و جنسیتی بین زن و مرد ایجاد میشه. دیگه شما اصلا ببینید یکی به راه اهریمن میره، یکی به راه اهورامزدا میره. کیومرث میشه اولین مرد نخستین آفریده، میشه فرزند اهورامزدا و جهدیو میشه دختر اهریمن. خب دیگه شما چه انتظاری دارید؟ آیا انتظار دارید که به اصطلاح بین این دو جنس همدلی و تفاهم ایجاد بشه؟ هرگز. ببینید توی داستان روایت آفرینش به اصطلاح کتاب مقدس هم باز داستان همینه. خب شما چه انتظاری دارید؟ اونجا هم یه نبرد جنسی اتفاق میفته. الهیات فمینیستی واکنش به این اظهار نظرهاست که به اصطلاح در متون مقدس راه پیدا کرده و از اون بدتر تفاسیری هست که از این فقرات میشه. ما اصطلاحاً به این آیاتی که اینقدر صریح زن رو در حیطه شیطان یا اهریمن قرار میده، ما اصطلاحاً عنوان به اصطلاح هارد تکست بهش میگیم، متون سخت، متون دشوار، چون اینا خیلی تفسیرشون سخته، خیلی تفسیرشون دشوار هست و فمینیست ها تأکید میکنن که اینها باید یک بار دیگه بازبینی بشه این تفاسیر. چرا؟ چون این آیات مستمسکی بوده برای عالمان دینی و اینها به اصطلاح به شدت اندیشه های جنسیت زده خودشون رو به بهانه این آیه ها تئورایز میکردن، اصطلاحا اینها رو می آوردن توی نوشتار، اینها رو تبلیغ میکردن در قالب فتواها، در قالب بسیار دگماهای دینی به خورد جامعه دینی میدادن و جامعه دینی تأثیر میپذیرفت. مثلا شما امروزه اگر بین یهودی ها نگاه بکنید میبینید که قشن تحقیر زن رو به وضوح حس میکنید، حتی در دوران مدر. یعنی این تفاسیر چنان بر ذهن مؤمنان یهودی اثرگذار بوده که اونها اصلا حتی در دوران مدر هم حاضر نیستن که به اصطلاح دست از این باورهای کهنه و قدیمی و منسوخ خودشون بکشن. در خصوص مثلا جامعه زرتشتی من نمیتونم اظهار نظر کنم، چون تجربه به اصطلاح زیسته نزدیک ندارم، نمیتونم اینا چه به اصطلاح در واقع تلقی از متون به اصطلاح پهلوی دارن و با محتوای به اصطلاح این متون میخوان چی کار بکنن، تکلیفشون چی هست. امروز مثلا زن و به اصطلاح دختر جوان زرتشتی به اصطلاح با این متون چجوری میخواد به اصطلاح کنار بیاد و چجور میخواد اینا رو تفسیر بکنه؟ حالا من به اینا کاری ندارم، ولی میریم به اصطلاح این بحث الهیات به اصطلاح فمینیستی رو من بیشتر توضیح بدم. گفتم که یه صحبتام اشاره کردم که اساسا زن برای جامعه مرد سالار خیلی به اصطلاح اعتبار نداره، جنس دوم هست، اصلا در رابطه با مرد تعریف میشه. الیزابت جانسون یکی از متألهان فمینیست هست و کتابی داره به نام به عیسی بنگر، امواج بازسازی مسیح شناسی. ببینید این مسیح شناسی خیلی بحث مهمیه در الهیات فمینیستی، من به موقعش راجع به این صحبت میکنم. اونجا در به بهانه بحث به اصطلاح مسیح شناسی دقیقا اینو میگه که
نشون میده، ثابت میکنه در تاریخ کلیسا به اصطلاح مرد بودن عیسی از طرف متعلهان مسیحی بسیار بسیار زیاد مورد سوء استفاده قرار گرفته. یعنی این چوب، با چوب مرد بودن عیسی تو سر زنها زیاد زدن و بر اساس اینکه جنسیت مردانه عیسی، شالوده های الهیاتی خیلی زیادی درست کردن، بهش پشوانه دینی دادن و مرد بودن عیسی رو خیلی برجسته کردن. این مرد بودن عیسی، بشر بودن عیسی رو تحت شعار قرار داده. فمینیست ها در خصوص عیسی هیچ موقع رو مرد بودنش به اصطلاح تاکید نمی کنن، چون میگن مرد بودن یه جنبه اتفاقی از هویت عیسی است. مهم این هست که عیسی بشر هست. ببینید این به اصطلاح میتونست به اصطلاح مرد نشه، مرد و زن بودن تو طبیعت اون اصلا به اصطلاح چیزی نیست، خیلی به اصطلاح اهمیتی نداره. اون بشر بودن عیسی خیلی مهم هست و هر کسی که بر تمایلات بشری خودش غالب بشه میتونه عیسی مسیح بشه، چه زن چه مرد. فکر میکنم خیلی از نظرشون این مهم باشه که در واقع خود عمل کرده عیسی و روی کرده عیسی به عنوان یک بشر نسبت به زنان چجور بوده و اون رو به مسابقه یک اصلاحگر در نظر میگیرن. دقیقا. اصلا خب خیلی جالب هست که خود عیسی مسیح به اصطلاح دوستی که با زنها داره با مردها نداره. مریم مجدلیه رو شما ببینید، اصلا شما ببینید وقتی که عیسی به صلیب کشیده شده همه حواریانش فرار میکنن. این تو اناجیل ضبط شده دیگه، اصلا اینا به اصطلاح پیش از آن که بانک خروس برایت به پتروس میگه تو هم مرا ترک میکنی. خب ببینید، ولی کیا موندن پای صلیب؟ چهار تا زن بودن که شاهد معراج عیسی بودن، عروج عیسی به آسمان بودن. اما کلیسا خیلی راحت چشمشو به این مسائل بست و در تاریخ کلیسا ما میبینیم که کم کم اصلا اسم قدیسه های زن تبدیل به قدیسه های مرد شد. در تاریخ اولیه کلیسا ما زنها رو خیلی فعال میبینیم، نقش مردها خیلی جدی نیست. بعد ما بعدها در از قرن سوم چهارم به بعد یه اتفاق عجیبی در تاریخ کلیسا میفته و اون این که ما میبینیم نام زنان قدیسه کم کم حذف میشه و جاشو نام مردها میگیره. یعنی شما الان خیلی از این قدیسان کلیسا رو اگر به اصطلاح برید به لحاظ تاریخی بررسی بکنید میبینید که در حقیقت زنان قدیس بودن نه مرد قدیس. و اینو مثلا در هرمنوتیک سوءظن فیورنزا خیلی خوب فیورنزا نشون داد، این رو تحقیق کرد، مطالعه کرد و به تاریخ مراجعه کرد، گفت اول از این تاریخی که در مسیحیت شما میبینید این تاریخ، تاریخ مردانه است، هیستوریه، هیز ضمیر مذکر هست و شما باید از دریچه تاریخ زنانه به جای تاریخ مذکر تاریخ زنانه هرستوری رو در واقع فعال کنید. هرستوری یعنی این که زنها باید تاریخ خودشون رو کشف بکنن. همینطور مثلا تئولوژی، تئو اسم مرده، اسم پسره، تئو، تئا اسم زن هست. تئولوژی خداشناسی، یعنی خداشناسی مردانه. تئولوژی یعنی اله شناسی. و فمینیست ها در واقع شروع کردن به باز تفسیر تاریخ مسیحی با شیوه هرمنوتیک سوءظن فیورنزا، شروع کردن به در واقع تأمل دوباره روی دگماهای الهیاتی و بحث های خیلی چالش برانگیزی رو تو اون حوزه ها ایجاد کردن که حالا اگه فرصتی شد من دست کم دو موردش رو من اینجا آوردم، ولی به اصطلاح شاید حدود 10-20 مورد هست، دیدم اصلا نمیشه چون به اصطلاح نه زمان نه به اصطلاح این وبینار به ما اجازه نمیده که خیلی به اصطلاح در واقع کامل ما بحثامون رو چیز کنیم. من همش دارم در واقع مثل یه مرغی فقط نک میزنم به مباحث و مباحث رو زخمی میکنم که بعدا به اصطلاح در واقع اینا رو بشه ورش داشت.
چون نمیتونم یه دونه از این بحثا مثلا عمیق بشم، چون اگه عمیق بشم خیلی تخصصی میشه و حوصله به اصطلاح مخاطب ممکنه سر بره. باری به اصطلاح به بحث برمیگردم که گفتیم که به اصطلاح تصویر به اصطلاح هنجار و معیار برای جامعه مرد هست و زن جنس دوم هست. این جنس دوم یعنی غیر مرد، غیر مرد یعنی مرد سوژه است کامله، اما زن ابژه است و ناقصه. مرد اصل، زن دیگری، آدر دیگری هست، یعنی اهمیت درجه دوم داره. اصلا زنها برای مردها تعریف شدن، برای مردها در نظر گرفته شدن، نه در رابطه با مردها. ببینید زن رو انقدر میارن پایین، مرد معیاره، زن یه مخلوق زائد و در حاشیه است. خیلی خوب، تو این به اصطلاح حالا چه پشتوانه ای پشتش هست؟ پشتوانه های دینیه دیگه. وقتی که این پشتوانه های دینی نباشه که این آرا پرورده نمیشه تو فلسفه، توی به اصطلاح چی مردها با مجال ندادن به زنها برای بیان عقاید خودشون، برای تحقق تجربه های زنانه خودشون، برای نوشته های زنانه خودشون، به خاطر بسته در واقع این که جامعه مرد سالار اصلا اهمیتی به این چیزها نمیده، امر زنانه رو سرکوب میکنه و به میل خودش زن رو تعریف میکنه، امر زنانه رو از چشمنداز مرد تعریف میکنه. و اینجا میبینید که اصلا این تعریف کاملا توش به اصطلاح مسائل و منافع مرد در نظر گرفته شده. به همین دلیل هم هست که کارکرد زن معمولا به کارکردهای زیستی و خدمات جنسی، زایش فرزند و و و اینجور چیزا خلاصه میشه. اینا دقیقا چیزهایی هست که نگاه یک مرد به زن رو بازتاب میده. خب داشتم اشاره میکردم به این که یکی از کارهایی که فمینیست خیلی تأکید میکنن روش، این مسئله باز تفسیر متون مقدس هست و این متون مقدس هست که در واقع به تبعیض جنسی و جنسیتی خیلی دامن میزنه. اینجا نکته بسیار خیلی مهمی رو میخوام بگم که فمینیست ها در واقع با تأسی از جریان پروتستانتیزم در مسیحیت، این جریان چه کار میکرد؟ این جریان اتوریته های ذهنی، اتوریته های دینی رو در واقع چه کار میکرد؟ انکار میکرد. اعتقادی به اتوریته های ذهنی و دینی نداشت. یعنی به عبارت دیگه جریان دینی پروتستان انحصار دینی و خود بنیادی متولیان به اصطلاح امر دین رو به چالش میکشید، باور نداشت. یعنی اصلا به تفاسیر کتاب مقدس هیچ اعتنایی نمی کرد، اصلا از تفاسیر متون مقدس سلب حجیت می کرد. فمینیست ها درست در همین مسیر گام برداشتن، اونها هم به نفی اتوریته تفاسیر و به اصطلاح عالمان دینی در واقع روی اون انگشت تأکید گذاشتن و دیگه اون رو به اصطلاح به قول معروف امر مشروعی در نظر نگرفتن. و وقتی که این اتفاق میفته، ناخودآگاه به اصطلاح الهیات سنتی کلن به چالش کشیده میشه و اصلا پارادایمش به قول معروف عوض میشه، چون تمام دگماهای الهیات سنتی بر اساس یک فرض مرد سالارانه به اصطلاح بنا شده. شما از به اصطلاح از شورای نیقیه بگیرید، به اصطلاح در اون به اصطلاح شورا تثلیث به اصطلاح چی شد، شما سلسله مراتب تثلیث رو در نظر بگیرید، پدر پسر روح القدس، کاملا مرد سالاران است. پدر پسر روح القدس، روح القدس اصلا خونساز زن نیست، در حالی که تو تثلیث اولیه قبل از شورای نیقیه شما میدونید که مادر بود، مریم بود. یعنی این شورای نیقیه جا بخ سنانه از واژه‌ای که براش به کار میبردن مادینه بوده، که همون فرمودین مریم مادر عیسی مسیح.
بله، مثلا توی قرآن قشنگ اشاره میکنه، یه آیه از انت قلت للناس اتخذونی انت و امی الهین من دون الله، قرآن قشنگ تاکید میکنه به این جریان تسلیسی که مادر یکی از به اصطلاح زلش بوده و به اصطلاح مریم. این بس خیلی بین من و آقای دکتر مشتاقی بود، من انشالله خدا حفظش کنه، مطالب خیلی زیادی در این حوزه از ایشون یاد گرفتم. بله، زل یک زل تسلیسی زمان مریم بود، ولی برای اینکه یه جریانهایی به اصطلاح وجود داشت در تسلیس های جهان باستان، مادر همیشه یکی از زل های ثابت تسلیس است و مسیحیان برای اینکه تسلیس خودشون رو از تسلیس به اصطلاح دیگران جدا بکنن، مادر رو حذف کردن و جاش روح القدس قرار دادن. حالا من به این بحثا میگم کاری ندارم، من بحثم خیلی به اصطلاح در واقع زوم کردم روی به اصطلاح این الهیات فمینیستی، میخوام به اصطلاح روی این الهیات فمینیستی بیشتر مانور بدم و به اصطلاح پای مطالعات زنان جنسیت رو به حوزه دین بیشتر باز بکنم. ببینید، همه فمینیست ها از معتدل ترینشون تا تندرو ترینشون اصلا تبعیض‌های ناروای جنسی و جنسیتی، ظلم و ستم ناعادلانه نسبت به زنان رو در متون دینی در واقع خواستار اون هستن که باید دیگه پایان بگیره. توی این مسئله تمام فمینیست ها کنار هم هستن، به هیچ عنوان اینها دیگه نمیپذیرن که به اصطلاح مفسران متون مقدس بیان از آیات سخت و دشوار متن مقدس همون تفاسیر سنتی رو ارائه بدن. ببینید، خانم دافنه همپسون، فکر میکنم استاد دانشگاه آکسفورد باشه، چند تا کتاب داره، کتابی خیلی قوی هم داره، توی کتاب After Christianity اونجا به اصطلاح داستان‌های کتاب مقدس رو، به قول من داستان‌های کتاب مقدس رو، تاریخ مسیحیت رو عمیقاً در واقع نقد می‌کنه و میگه این به اصطلاح تاریخ مسیحیت، این روایت‌هایی که تو کتاب مقدس هست، اینا به روابط انسانی به شدت آسیب می‌زنه. به خاطر همین خانم دافنه همپسون میگه اصلا بهتره که اصلا کتاب مقدس رو بذاریم دیگه کنار، اصلا تاریخ مسیحیت رو باید گذاشت کنار، چون هر چی داخلش میری اصلا زنها، زخمهای زنها باز میشه، دردهایی که اینا در طول تاریخ کشیدن بیشتر میشه و باعث در واقع چیز میشه، انزجار و تنفر میشه، باید اینو کنار گذاشت. ببینید، یه دست فمینیست ها میگن نه، میشه بازنگری کرد. اینا میان با کتاب مقدس آشتی میکنن و میگن کتاب مقدس ما نگه میداریم، این تفاسیری که بر کتاب مقدس و نوشته شده و اینقدر افراد کرده در به اصطلاح جنسیت زدگی، این تفاسیر رو باید کنار گذاشت، این تفاسیر باید کنار گذاشته بشه و از نو باز تفسیر بشه متن مقدس، با در نظر گرفتن چی؟ عدالت، تساوی جنسیتی، برابری زن و مرد. هرمنوتیک سوء زن دقیقاً همینجا وارد میشه، باز همینجا وارد میشه و به قول معروف در تاریخ مسیحیت غور میکنه و ریش پرده از نابرابری های جنسی و جنسیتی بر میداره. ولی خانم شوسلر فیورنزا میگه با وجود این همه چیزی که شده، من میخوام کاتولیک باقی بمونم، من میخوام دیندار باقی بمونم، ولی میخوام یه تفسیری از متن مقدس بدم که در واقع عدالت برای دو جنس محقق بشه. بله آقای فمینیست، این دغدغه زنانی که میخوان دیندار باشن رو برطرف میکنه در خصوص جایگاهشون، خیلی کاربردیه. خیلی دقیقا. ببینید، شما مثلا یه عباراتی در کتاب مقدس به اصطلاح یهود هست، مثلا ده فرمان، شما به این ده فرمان که دیگه در واقع میگن در وحیانی بودنش شک و تردیدی نیست، یه مقداری دقیق بشید، ده فرمان چی میگه؟ ده فرمان مردان رو مخاطب قرار میده و زنان رو در زمره احشام
و اغنام مرد قرار میده. ببینید این ده فرمانه. ببینید چی میگه؟ میگه به خانه همسایه خود طمع مبرز و هیچ چیزی که به زن همسایه و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه از آن همسایه باشد طمع مبرز. ببینید زن رو کجا قرار داده؟ خب به مینوی خرد نگاه کنید. مینوی خرد زن رو کجا قرار میده؟ زن رو در کنار بچگان و بردگان. میگه شهادت این سه قبول نیست، زنان، بردگان، بچگان. این ببینید ادیان تأثیر خیلی خیلی نیرومندی بر معنا و مفهوم جنسیت دارن. نقش های جنسیتی رو در جامعه نهادینه میکنن. افراد اون جامعه این نقش ها رو بعدها محقق میکنن، ایفا میکنن. جنسیت یک الگوی به اصطلاح کاربردی هست. جنسیت تعریف میکنه هویت مرد و زن رو در اون جامعه. جنسیت یک مضمون خیلی خیلی کلیدی هست در مثلا نظام های تفسیری دینی. ادیان مختلف معنای جنسیت رو در این الگوها، در این مدل های تفسیری و معنا بخش یک پارچه میکنن، یک دستش میکنن. دین از طریق این الگوها و نمونه های آرمانی شده یا از طریق این به اصطلاح تجلیات اهریمنی که نسبت به زن به اصطلاح ارائه میده تأثیر خیلی خیلی نیرومندی روی اذهان افراد جامعه میگذاره. به خاطر همین فمینیست ها اساسا خیلی خیلی نگاه مثبتی به دین ندارن. از نظر یعنی در تجربه زنانه دین یه جعبه ابزاری هست که مردان ابداعش کردن برای سرکوب زنان. به عبارت دیگه اگر بخوام باز به اصطلاح این جمله رو چیز بکنم، به اصطلاح دین قوی ترین ایدئولوژی هست که مردان درست کردن برای نابودی دنیای زنان. چون ادیان اصولاً اینطور به ذهن متبادر میکنه که گویا خدا با این جنس دچار مشکل جدی هست. به خاطر همین خیلی خیلی نگران کننده هست این تصویرهای منفی که از جنس زن در متون دینی میبینیم. مثلا شما به تصاویری که از زنها تو دنیای باستان هست توجه کنید. پاندورا رو ببینید، پرومتر رو ببینید، حوا رو ببینید. اینا چیزی جز سیه روزی و بدبختی برای جامعه و مرد نیاوردن. همه اینا زن هم. و در واقع این اسطوره ها، این به اصطلاح کهن الگوهای زنانه در واقع چی رو بازتاب میده، چه کار میکنه، چه خاصیتی داره، چه کارکردی داره؟ کارکردش اینه به اصطلاح در واقع در خدمت فرودستی و سرکوب زنها در جامعه عمل میکنه. حوا بهانه‌ای به دست عالمان دینی یهودی میده، بهانه‌ای به دست عالمان مسیحی میده تا زنها رو در جامعه به بند بکشن، در بند خودشون بکنن. و اسطوره های بسا در واقع پرومته و پاندورا هم همینطور. در جامعه ایران مثلا اسطوره مادینه جهدیو دقیقا همین کارکرد رو داره. این اسطوره دقیقا کمک میکنه، یک به اصطلاح پشتوانه تئوریک و دینی فراهم میکنه برای موبدان تا زنها رو در جامعه اون دوره به اصطلاح ایران قشنگ به بند بکشن، کنترل کنن و هر بلایی که بخوان اونجا بر سر زنها بیارن. مثلا شما وقتی نگاه میکنید در به اصطلاح این متون پهلوی میبینید که اصلا زنها هیچ کنترلی بر بدن خودشون ندارن، حتی کنترل مثلا زاد و ولد، حتی کنترل مثلا مسائل جنسیشون، یعنی هیچ اصلا گویا مالک بدن خودشون نیستن. یعنی موبدان حتی مالکیت زن بر بدن خودش رو هم در واقع آمدن دخالت کردن و ازش گرفتن. بنابراین این تفاسیر وقتی شما اینطور از به اصطلاح در واقع فتوا میدی، حکم میدی در متون فقهی، در متون به اصطلاح حقوقی،
این احکام، این تفاسیر راه پیدا میکنه به ساختار قوانین مدنی کشور، راه پیدا میکنه به حکومت و همین موجب تفاوت‌های اجتماعی میشه. یک طبقه رو زیر دست میکنه و طبقه دیگه رو فرادست میکنه. پس بنابراین در مطالعات ادیان فمینیسم میگه من ساختار پدر سالاری رو پیدا کردم، مرد سالاری رو پیدا کردم، میخوام جلوش رو بگیرم. من متوجه شدم از چه کانالی مرد سالاری وارد جامعه میشه، از کانال تفسیرهای دینی. من میخوام اینا بازبینی بشه، من میخوام اینها کنار گذاشته بشه، میخوام جامعه به یه جامعه بهتری تبدیل بشه و مسائل دیگه. خب ببینید، به آگوستین من یه سری میزنم دوباره. آگوستین این اندیشه گناه آغازین رو خیلی روش انگشت میگذاره، گرچه خودش میگم ابداع نکرده این رو، قبل از اون هم کسانی در جهان مسیحیت بهش باور داشتن، پولس این رو خیلی خوب تئوریزه کرد. و ولی تفسیری که آگوستین از این به اصطلاح چیز میده خیلی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این تفسیر در واقع گناه آغازین رو به زن و شهوت پیوند میده و اصلا عامل فلاکت و بدبختی آدم رو و جامعه بشری رو زن، شهوت و این گناه آغازین میبینه و ادعاش هم این هست که این گناه آغازین قابل تسریه، از حوا به همه ابنای بشر تسری پیدا کرد. قبل از آگوستین من یه جمله از ترتولیان هم بگم بد نیست. مثلا ترتولیان گناه حوا رو در واقع قابل تعمیم میدونه به همه زنهای دیگه، اساسا جنس زن رو پستر از مرد تلقی میکنه و به اصطلاح اینجوری به قول معروف اظهار نظر میکنه که مرد که تمثیل خدا و نماینده او در زمین است توسط زن نابود میگردد، یعنی حوا. و به مخاطبان زن خودش از قضا خیلی هم اتفاقا در جمع به اصطلاح شاگردان و مریدان ترتولیان زن هم خیلی زیاد بود، یکی اوریگن یکی ترتولیان نقل میکنن که خانم ها خیلی در محفل درس اینها حاضر میشدن. اونجا در واقع خطاب میکنه به زنها، میگه آیا شما نمیدانید که هر کدام از شما یک حواست؟ از آنجا که مشیت خدا بران است که شما با این بدن و جنسیت زندگی کنید، به ناچار گناه نیز در بدن شما زندگی می کند. شما دروازه شیطان هستید، شما حکم ممنوعیت آن درخت ممنوعه را شکستید، شما اولین ناقص فرمان خداوند هستید، شما کسی هستید که آدم را متقاعد کرد که شیطان آنقدر نیرومند است که شیطان آنقدر نیرومند نیست که هم بکند. شما به آسانی تمثیل خداوند یعنی مرد را از میان بردید. ببینید خیلی لح گزنده است، خیلی لح تنده، دیگه چیزی نمونده که قشنگ میگه دیگه، میگه زنها شیطان هم، زنها اهریمن هم. آگوستین دقیقا گویا به سراغ این صحبت های ترتولیان گویا قشنگ جلوش هست و دقیقا همین حرفا رو میزنه و زنها رو پیوند میده به شهوت، به طبیعت. طبیعت یعنی بدن، جسم، و قائل به فرودستی زنها میشه و به اصطلاح مطالب رو میگه که خیلی جالب نیست. مثلا از آنجا که ما همه فرزندان آدمیم، در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذریه گناه او هستیم. بسیاری از ما نفرین شده و بسیاری از ما و برخی از ما نجات میابند، اما فقط به واسطه فیض رنجهای پسر خدا و شفاعت مادر که او را با قدسیت آبستن شد. یک زن یعنی حوا ما را به تباهی کشان
اما زن دیگر یعنی مریم رستگاری را برای ما باز خرید. خب ببینید اینا، این تصاویر واقعا چه کار میکنه، به چه کاری میاد این تصاویر جز برای فرودستی زن به کار میاد؟ یکی از حوزه هایی که فمینیست ها خیلی جدی وارد شدن همین نقد گناه آغازین هست. یعنی فمینیستی رو نمیتونید شما پیدا بکنید در حوزه الهیات فمینیستی که از یک منظری به نقد گناه نخستین نپرداخته باشه. دست کم 5 تا جریان تفسیری در حوزه مطالعات زنان وجود داره که هر کدوم از یک رویکرد خاصی این مسئله گناه آغازین رو تجزیه تحلیل کردن، که من وارد بسا در واقع این 5 تا جریان نمیخوام بشم، فقط به اصطلاح در هر صورت بحثم رو اجازه میدید جمع‌بندی بکنم ظرف چند دقیقه دیگه. این وقت رو دارم 4-5 دقیقه دیگه فکر میکنم. بله بله بفرمایید، بعد دوستان سوالاشون رو مطرح میکنم. در مجموع میخوام اینو چیز کنم که الهیات فمینیستی در واقع در برابر الهیات کلاسیک و سنتی چی میخواد بگه. روزمری ردفورد رویتر از شهرهای شاخص حوزه به اصطلاح دین و فمینیسم در یکی از مقالات خودش 3 اشکال به الهیات سنتی و کلاسیک وارد میکنه. یکی از ایراد این هست مرد سالارانه بودن الهیات سنتی. یعنی چی؟ این حرف یعنی که الهیات سنتی توسط مردان و برای مردان نوشته شده. اشکال دومی که میگیره ماهیت مرد سالاران بودن این الهیات هست، به این معنی که وقتی که این الهیات مرد سالارانه نوشته میشه عواقب خیلی خیلی سختی برای مرد، برای خانم ها داره، برای زن ها داره. اشکال سومی که میگیره نادیده گرفتن زن ها و تجارب اونهاست در الهیات سنتی، و به خاطر همین توی اون مقاله پیشنهاد الهیات زنانه رو میده، یعنی تئولوژی. خب اگر بخوام بحثا رو جمعش بکنم، یعنی بحث خانم روزمری ردفورد رویتر رو جمعش بکنم، در واقع اشکالی که میگیره اشکال خیلی جدی هست به شمولیت، جامعیت و کلیت الهیات سنتی مسیحی. یه اشکال خیلی خیلی جدی وارد میکنم که این دست کم تجربه های نصف جمعیت جهان رو یعنی زنها رو تو خودش نگنجونده. این الهیات رو که شما میبینید یک الهیات مردانه است، از زبان مردها و برای مردها داره صحبت میکنه، بنابراین هیچ جامعیتی نداره، شمولیتی نداره، کلیت نداره. خب حالا که این بس نقیصه رو داره، بنابراین ذاتی و فطری هم نمیتونه باشه. بنابراین این که الهیات مسیحی رو هی به صورت صحبت میکنن نه این ذاتیه به اصطلاح یا مثلا بحث جنسیت نمیدونم توی این الهیات ذاتیه و به قول معروف فطری است، اصلا روزمری ردفورد رویتر هرگز زیر بار این ادعا هم نمیره. حرف خانم به اصطلاح رویتر رو خانم ریتا گراس یه جور دیگه ای به اصطلاح بیان میکنه و به اصطلاح اونجا در یکی از مقاله های خودش الهیات فمینیستی به مثابه الهیات ادیان به تأثیر از جان هیک در کتاب پلورالیسم دینیش 3 به اصطلاح در واقع 3 دستبندی از حقیقت به ما ارائه میده. حقیقت رو بسه در واقع یا به اصطلاح میشه بهش نگاه انحصارگرایانه کرد، یعنی بگیم که حقیقت در انحصار من است و بسه در واقع کس دیگری نیست، یا میشه شمولگرایانه بسه تلقی کرد، یا میشه کثرتگرایانه دیدش. خود جان هیک میره به سمت کثرتگرایی، خانم ریتا گراس هم اینجا در واقع میگه فمینیست ها باید کنار این جریان کثرتگراها بایستن. چرا؟ چون اون دو تا جریان انحصارگرا اصلا فمینیست ها رو انداختن بیرون، اصلا اینا رو اصلا قبول ندارن، راه نمیدن اصلا. پس بنابراین اینا باید در کنار به اصطلاح این کثرتگراها قرار بگیرن، و اگر یک متعلق فمینیستی این مسئله رو رعایت نکنه داره تو زمین دشمن بازی میکنه در واقع، و الهیات فمینیستی که میپرورونه از درون دچار تناقض میشه و
مثلا در دیواره به اصطلاح شیشه‌ای اون الهیات یک ترک خیلی سخت ایجاد میشه. بنابراین خیلی تاکید میکنه، این مقاله خیلی هم مفصل است، خیلی هم تاکید میکنه روی این که در واقع مطلع فمینیست به هیچ عنوان نباید بره سمت دو دسته اول. چرا؟ چون بحث تحلیل انتقادی هست، بحث به اصطلاح این هست که ما باید به اصطلاح به فهم متکثر از حقیقت باور داشته باشیم. یکی از فهمهای از حقیقت در این جهان کثرت‌گرایی میتونه فهم فمینیست ها از دین باشه. فقط در این محفل هست که به تقریرهای فمینیستی خوش آمد گفته میشه، در اون دو حلقه تقریرهای فمینیستی شدیداً سرکوب میشه و تبعیضها سر جای خودش باقی میمونه. در واقع آقای دکتر، با کثرت‌گرایی میشه تجارب دینی زنان رو در ادیان مختلف بررسی و جمع‌بندی کرد؟ دقیقا، چون در تجربه های زنانه ما نکات خیلی بدیعی برمیخوریم. ببینید، یه نقدی که به حوزه به علم اخلاق در قدیم میگرفتن، علم اخلاقی که از یونان رسید به ما، یا به اصطلاح متون اخلاقی که شما در به اصطلاح ایران به اصطلاح دوره ساسانی میبینید، این رسائل، این متون اخلاقی که به اصطلاح نوشته شده به زبان پهلوی، ببینید اونجا هم این علم اخلاق فاقد کلیته، فاقد جامعیته. علم اخلاق از نگاه مردانه تعریف شده. یعنی چی؟ ببینید مثلا در یونان شما ببینید به اصطلاح این فضیلت های چهارگانه تماما مردانه است، اصلا سنخیتی با خلق و خوی زنانه نداره. کارول گلیکان این به اصطلاح در واقع نقد رو در خیلی خوب توی دانشگاه هاروارد انجام داد و به اصطلاح یه باب جدیدی رو در حوزه به اصطلاح مطالعات زنان به اخلاق باز کرد. ببینید، در هیچ متن اخلاقی دوران باستان فضیلت‌های خاص زنانه وجود نداره. اخلاق مراقبت، شما ارزش‌هایی که زن‌ها دارن و به واسطه اونهاست که خانواده جامعه سرپاست. فقط کافی ما این ارزش‌ها رو دست کم بگیریم، نابودش کنیم، همه چیز فرو می‌پاشه. هیچ صحبتی در علم اخلاق سنتی از این فضیلت‌های زنانه نیست. و به قول معروف یه جهان کاملا مردانه رو بازتاب میده. زنها تمام این حوزه ها رو در بهانه مطالعات فمینیسم به چالش کشیدن. امروز کلیسا رو در واقع، مناسب کلیسایی رو به در واقع از انحصار مردها دارن در میارن. کتاب مقدس رو شروع کردن به اصطلاح بازبینی کردن، تفاسیرش رو دارن عمیقا به اصطلاح از نو بررسی میکنن و فرودستی زنها رو در به بهانه متون مقدس، به بهانه تفاسیر بر متون مقدس عمیقا به چالش کشیدن. یکی از زنان به اصطلاح کواکر که به اصطلاح این جریان فمینیستی در بین این جریان مسیحی خیلی فعال، خیلی هم قوی هست، سارا گریمکی، اونجا یه جمله خیلی خوبی داره. به اصطلاح میگه که من اصلا هیچ مساعدت و لطفی از طرف برادرانم به خاطر جنس و جنسیتم نمیخوام. من همه اون چیزی که از برادرام میخوام اینه که پاهاشون رو فقط در روی گردنهای ما بردارن و اجازه بدن تا ما هم در به اصطلاح روی زمین خدا راحت را بریم، زمینی که خدا برای ما هم در نظر گرفته، برای ما در نظر گرفتیم در اون ساکن بشیم، زندگی کنیم، راست بایستیم. فقط تنها خواهش من این است که این برادرها لطف کنن از دوش ما بلند شن. دیگه من بیشتر از این صحبت نمی کنم، بحث رو در اختیار خواهش. واقعا عالی بود. من الان کامنت ها رو باز می کنم که اگر دوستان سوالی دارن مطرح کنن. کامنت ها دوستان مثلا سوالای خودتون رو مطرح کنید.
مباحث واقعا عالی مطرح شد، چون همه از بزرگان الهیات فمینیستی بودن. واقعا استاد احاطه زیادی به این حوزه داشتن. من خیلی تشکر میکنم. همه دوستان تشکر میکنن. خواهش میکنم. گفتم وقت اجازه نمیداد، خیلی مطالب از به اصطلاح تو حوزه های مختلف ما باید یه نشست حضوری داشته باشیم که این مباحث رو دقیق من تفکیک بکنم. مثلا خود الهیات یهودی جداگانه، الهیات مسیحی فمینیستی جداگانه، زبان و جنسیت جداگانه، اینا رو مثلا رویکرد فمینیستی به ادیان ایران جداگانه، اینا همه به اصطلاح در قالب رساله های دکتری اینا رو من خیلی هاشو ارائه دادم و بعضی هاش دفاع شده، بعضی هاش یکی دو ماه آینده دفاع میشه، بعضی هاش در مرحله چیز هست. امیدوارم که میگم اینا یک کاری بتونسته باشم انجام داده باشم برای فرهنگ این کشور. خیلی ممنونیم استاد. ببخشید دوستان سوالی دارن در خصوص این نگاه جنسیتی در اسلام و قرآن. آیا شما برنامه دارین که در جلسات آینده به این موضوع بپردازین؟ چون فکر نمی کنم کار علمی و دقیقی به صورت الهیات فمینیستی روشمند در این زمینه انجام شده باشه. اتفاقا در حوزه اسلام خیلی کار شده و به دلایل حساسیت هایی که تو جامعه ما وجود داره من خیلی تعمد دارم وارد به اصطلاح حوزه مطالعات فمینیستی در دین اسلام نشم و به سوال در این حوزه جواب نمیدم. چون اتفاقی برای کتاب خانم مرنیسی افتاد گویای جریان هست. بله اسلام فمینیستی هیچ صحبتی نمی کنم چون میدونم که واقعا نمیتونم از پس پیامداش بر بیام، چون هر جوری صحبت بکنم متاسفانه بعضی از دوستان هستن که فقط میتونم در پاسخشون بگم که مردم در حسرت فهم درست. استاد اثر میپرسن اثر مری دیلی کلیسا و جنس دوم مشکل را دین در دین میدانست، آیا دین را به ذات از این منظر دارای مشکل میدانست یا مشکل را نه در ذات دین بلکه در چیز دیگری میدانست؟ در این باره امکانش هست توضیح بفرمایید؟ مری دیلی کتاب های خیلی خیلی زیادی داره. یه کتابی داره که تحت تاثیر خانم سیمون دووار نوشتن تحت عنوان Church and the Second Sex. من فکر میکنم اینجا داشته باشم. این کتاب ترجمهش کردم و مطمئن مجال چاپ نداره. این کتاب منظورش این است. خب در این کتاب من میخوام مخالفت کنم با حرف این دوستمون. در این کتاب به اصطلاح مشکل رو اتفاقا مری دیلی در خود دین نمیبینه، در تفاسیر دینی میبینه و اصلا امید داره که دین مسیحیت باقی بمونه و به اصطلاح خودش یه مسیحی باشه. به عبارت دیگه توی این کتاب مری دیلی خیلی روی هرمنوتیک امید خیلی تأکید میکنه، امید. اما در کتاب دومش هست که این دوست عزیزمون به نام Beyond God the Father، فراسوی خدای پدر، در اون کتاب هست مری دیلی هرمنوتیک ناامیدی رو مطرح میکنه و کلن از دین ناامید میشه. اونجاست که ریشه همه مشکلات رو در دین میبینه. یه سیل تحولی داره در دیدگاهش. دقیقا. یعنی شما وقتی که به اصطلاح این کلیسا و جنس دوم رو میخونید میبینید که قشنگ هی داره میره به سمت این که رادیکال بشه. در ابتدا اصلا دیلی رادیکال نیست، اتفاقا خیلی هم محتاط شد، ولی وقتی که از فراسوی خدای پدر رو می نویسه حتی تو کتابای بعدیش از این هم بدتر میشه. مثلا یک کتاب دیگه داره به نام پیور لاست، شهوت نا. مثلا کتابای دیگه اش خیلی خیلی رادیکال تر و خیلی خیلی بیشتر به دین حمله میکنه و اصلا هیچ جایی در واقع چیز نمیذاره برای
در واقع اینکه دین نفسی بکشه، فضایی برای حفظ و بقای خودش بسازیز بکنه، اصلا ایجاد نمی کنه، اصلا در نظر نمی گیره این مسئله رو. بله بله درسته. سوال دیگه کم سوال در مورد استاد در جلسات آینده در مورد جنسیت در بودیسم هم صحبت میکنید؟ خانم ریتا گراس چهره شاخصی هست تو حوزه رویکرد فمینیستی با آینه بودا. اسم کتابش هم هست، اسم کتابش هم هست فکر میکنم که بودیزم افتر پاتریارکی، آینه بودا پس از سالاری، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این باشه. که واقعیتش این است من این کتاب رو خوندم ولی خیلی نمیپسندم. یعنی ایشون برداشت هایی که به بهانه رویکرد فمینیستی از آینه بودا اونجا مطرح میکنه خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. من یه نفر دیگه ای رو الان اسمش به اصطلاح در واقع مد نظرم نیست، کتابی هم ازش به اصطلاح نخوندم، فقط دیدم، فقط یه گزارشی دیدم ازش به انگلیسی. اون خیلی خیلی قویه، اون یعنی در واقع از چشمانداز فمینیستی به بودا نگاه میکنه، حقیقتا در واقع دیدگاه های فمینیستی رو مطرح میکنه. ولی خانم ریتا گراس مثلا یه جور انگار نق میزنه، مثلا چرا، مثلا فرض کنید که مثلا میگه که چرا مثلا سنگ های بودایی رو مثلا بودا مثلا کنار مردا قرار داد. اصلا این خب اصلا یه سوال خیلی بی ربطیه. دلیلش هم این است که خب مشخصه دنیای قدیم دنیای تجاوز و این بود، اگه خب سنگ‌های زنان رو در واقع میمد تو در جنگل قرار میداد تنها بودن، کی از این زنها میخواست دفاع بکنه؟ اگر یه عده به اصطلاح در واقع مرد به اصطلاح با شمشیر حمله میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ بنابراین مثلا سنگ‌های زنان رو کنار سنگ‌های مردان بنا میکرد که امنیت برای زنها چیز بشه. ولی مثلا خانم ریتا گراس اصلا به این مسئله دقت نمیکنه و گویا مثلا نادیده میگیرن. آره گویا مثلا نمیدونم، بس خاطرم اصلا خیلی نمیتونم ارتباط برقرار کنم، بنابراین فقط اسمشو گفتم ولی توصیه نمیکنم که خیلی توی به اصطلاح در آثار ریتا گراس گیر بکنیم. کسای دیگه هستن، من فکر میکنم حالا بعداً میتونم اسمشون رو در بیارم، کتاباشونو پیدا کنم خدمت دوستان بگم. استاد به عنوان سوال آخر، یکی از دوستان در مورد دیو جهی در ایران باستان گفتن جایگاهشون منفی، اما جایگاه مشی و مشیانه به چه شکله؟ آیا میشه مشیانه رو با حواد ادیان ابراهیمی تطبیق داد؟ توی رساله دکتری که توی یک این رساله دکتری که کار کردیم ما این کار رو کردیم. آره روایت بندهش نه، این که میگم چند نفر نویسنده داره، وقتی که میخواد صحبت از زوج آغازین بکنه یه جا محلی و محلیانه رو در واقع ذکر میکنه، یه جا مش و مشیانه رو، منتها جریانی که در واقع مثل کسایی هستن که دارن تورات رو مینویسن، یه جریان الوهیمی یه جریان یهوی یهویستی داره مثلا تورات رو مینویسه. در جریان الوهیمی شما حوا رو دیگه نمیبینید، اونجا شما لیلیت رو میبینید. لیلیت یک خانومی هست که استقلال داره در برابر آدم. اتفاقا در اون روایت آدم دستور میده به لیلیت که از میوه ممنوعه به اصطلاح بکنه و مصرف کنه، اما لیلیت جلوش میسته، یعنی تمرد میکنه از فرمان آدم. خب متا محفل یهوه پرستان لیلیت رو به خاطر اینکه روبروی مرد ایستاد تبدیلش کرد به دیو سیاه، لیل لیل با شب، مثل کالی کالا، اینو قشنگ شما نگاه کنید، با تاریکی با ظلمت، عنصر ظلمت و تاریکی زنانه. بعد هم در واقع لیلیت رو از کتاب مقدس کنار گذاشتن، حوا رو آوردن و همه تقصیرات هم گذاشتن گردن حوا. حوا گناه آغازین رو به جهان میاره. مشیانه در داستان مثلا مش به مشیانه دروغ آغازین توسط هر دوی اینها گفته میشه،
اما دروغ دوم و سوم توسط مشیانه. بنابراین من همیشه گفتم به اصطلاح گناه آغازین دروغ نخستین، یعنی بین حوا و مشیانه. استاد خسته نباشید، دوستان خیلی استقبال کردن و میخوان که انشالله جلسه ها ادامه پیدا کنه، چون مباحث خیلی گسترده است، در هر حوزه میشه اینا رو مطرح کرد و احاطه شما واقعا بیان ناپذیره. خوشحال میشیم که جلسه های آینده ای رو هم مد نظر داشته باشید با انجمن ادیان علوم تحقیقات. باعث افتخار هست که به اصطلاح کنار عزیزان خودم، دوستان خودم به اصطلاح قرار بگیرم. به قول معروف دیگه باید ببینیم زمان چه میکنه، وضعیت چه میکنه. این کرونا به ما مجال میده برای نفس کشیدن، اگر مجالی بود با کمال میل. انشالله. خیلی ممنونم از لطف شما، واقعا عالی بود جلسه، لطف کردین. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. باشید شما همینطور، و همه دوستان سلام ما رو ابلاغ کنید و دلم میخواد که از نزدیک همشون رو ببینم، یه جوری به اصطلاح دلم تنگ بده برای اونجا، و به خانم دکتر راج ابراهیمی، به خانم دکتر لاجوردی، و به آقای دکتر محمودی، به آقای دکتر عدلی، از طرف من عرض سلام و ادب به صدر بکنید و بگید که دلتنگ دیدارشون هستم. بزرگواری دوستات، خیلی ممنونم، لطف دارین، در پناه خدا. دوستان جلسه به پایان رسید، خیلی ممنونیم از همراهیتون، خدا نگهدار.